بیشتر افراد احساس می‌کنند که هویت آنها احساسی که از خود دارند چیز بسیار ارزشمندی است که نمی‌خواهند از دست بدهند. به همین دلیل است که تا این حد از مرگ می‌ترسند. غیر قابل تصور و دردناک است که من وجود نداشته باشد. اما تو آن من ارزشمند را با نام و شکلت و داستانی که با این دو مرتبط است اشتباه می‌گیری. این من چیزی بیش از یک شکل‌گیری ناپایدار در میدان آگاهی نیست. تا زمانی که فقط هویت شکل را می‌شناسی، آگاه نیستی که آنچه ارزشمند است ذات تو، درونی ترین احساسی که از من هستم داری یا به بیانی دیگر آگاهی است. آن ابدیت موجود در تو و تنها چیزی است که نمیتوانی از دست بدهی. هرگاه فقدان شدیدی در زندگی تو رخ دهد، مانند زمانی که دارایی، خانه، رابطه نزدیک، شهرت، شوق یا توانایی جسمیت را از دست می دهی، چیزی در درون تو می میرد. در این مواقع در احساسی که از خود داری نقصی پدید می آید. حتی شاید دچار سردرگمی شوی و از خود بپرسی بدون این من که هستم؟ هنگامی که شکلی که تو ناآگاهانه به عنوان بخشی از خود می انگاشتی ترکت می کند یا ناپدید می شود، ممکن است به شدت درد بکشی. به عبارتی این فقدان شکافی در بافت موجودیتت ایجاد می کند. هنگامی که چنین می شود، رنج یا اندوهی را که احساس می کنی نفی نکن و به آن بی توجه نباش. بپذیر که چنین احساسی وجود دارد. هوشیار باش که ذهن تو مایل است داستانی درباره این فقدان بسازد و در آن نقش قربانی را به تو بدهد. ترس، خشم، ترس یا ترحم نسبت به خود عواطفی هستند که همراه این نقش می آیند. آنگاه در مورد آنکه زیر این عواطف و داستان ذهنیت وجود دارد آگاه شو. نسبت به آن شکاف، آن فضای تهی، هوشیار شو. آیا می توانی با آن احساس عجیب تهی بودن روبرو شوی و آن را بپذیری؟ اگر بتوانی، ممکن است متوجه شوی که دیگر جای هراس‌آوری نیست و حتی امکان دارد از این که می بینی آرامش از آن منتشر می شود تعجب کنی. هر زمان که مرگ پیش می آید، هرگاه یک شکل زندگی ناپدید می شود، خدا آن بیشکل و غیر متجلی از شکاف حاصل از ناپدید شدن آن شکل می درخشد. برای همین است که مقدس‌ترین پدیده زندگی مرگ است. به همین دلیل است که آرامش خدا از طریق تعمق درباره مرگ و پذیرش آن نزدت می آید. تجربه انسانی چه کوتاه است و زندگی های ما چه گذراست. آیا چیزی وجود دارد که دچار تولد و مرگ نشود؟ آیا چیزی وجود دارد که ابدی باشد؟ این نکته را در نظر بگیر. اگر فقط یک رنگ وجود داشت، برای نمونه فقط رنگ آبی وجود داشت و تمام هستی و هر آنچه در آن موجود است آبی بود، دیگر چیزی آبی نبود. باید چیزی که آبی نیست وجود داشته باشد تا آبی قابل تشخیص باشد، وگرنه رنگ آبی مشخص نمی شود و وجود نخواهد داشت. به همین ترتیب آیا لازم نیست چیزی ناپایدار و گذرا نباشد تا ناپایداری همه چیزها قابل تشخیص باشد؟
به بیانی دیگر، اگر همه چیز و از جمله خود تو ناپایدار بودی، آیا هرگز متوجه فناپذیری بقیه پدیده ها می شدی؟ آیا این واقعیت که به طبیعت گذرای همه شکل‌ها و از جمله خودت آگاه و شاهد هستی به این معنا نیست که چیزی در تو وجود دارد که دستخوش تباهی قرار نمی گیرد؟ هنگامی که 20 سال داری متوجه هستی که بدنت قوی و شاداب است. 60 سال بعد از آن هم متوجه هستی که بدنت ضعیف و سالخورده شده است. فکر کردنت هم ممکن است از 20 سالگی متفاوت شده باشد. اما آن هوشیاری که می داند بدنت جوان است یا پیر، یا شیوه تفکرت تغییر یافته، دچار هیچ نوع دگرگونی نشده است. آن هوشیاری ابدیت موجود در توست. خودآگاهی، یگان زندگی بدون شکل. آیا می توانی آن را از دست بدهی؟ نه، چون تو همان هستی. برخی از مردم درست پیش از مرگ عمیقاً آرام و تقریباً درخشان می شوند. درست مانند آن که نوری از میان شکل رو به زوال آنها به بیرون می تابد. برخی اوقات افراد بسیار سال خورده یا بیمار در آخرین هفته ها، ماه ها یا حتی سالهای عمرشان به عبارتی تقریباً شفاف می شوند. هنگامی که به تو می نگرند، شاید درخشش چشمانشان را ببینی. هیچ گونه رنج عاطفی در آنها باقی نمانده است. آنان تسلیم شدند و در نتیجه شخص، یعنی من خودمحور ساخته ذهن، ناپدید گشته است. آنها پیش از مرگ مرده اند و به آرامش عمیق درون، یعنی درک نامیرایی درونی دست یافتند. در هر تصادف و فاجعه‌ای ممکن است بعد رهایی بخشی وجود داشته باشد که ما معمولاً از آن آگاه نیستیم. ممکن است مرگ کاملاً غیر منتظره و قریب الوقوع چنان ضربه‌ای به تو بزند که آگاهیت را به گونه‌ای کامل از یکی بودن با شکل بیرون بکشد. آنگاه در چند لحظه آخر پیش از مرگ جسمانی خودت را به عنوان آگاهی رها از شکل تجربه خواهی کرد. ناگهان دیگر ترسی وجود ندارد، فقط آرامش وجود دارد و این شناخت که همه چیز درست است و مرگ فقط نوعی از بین رفتن شکل می باشد. آنگاه می فهمی که مرگ در نهایت توهمی است، همچون شکلی که خودت آن را می پنداشتی. مرگ آنگونه که فرهنگ معاصر القا می کند، ناهنجارترین و وحشتناکترین رویداد ممکن نیست، بلکه طبیعی ترین رویداد جهان است که از شکل جدایی ناپذیر می باشد و به اندازه نقطه مقابلش، یعنی تولد، طبیعی است. هنگامی که کنار شخصی که در آستانه مرگ است می نشینی، این مطلب را به یاد داشته باش. حضور داشتن و همراه و ناظر بر مرگ کسی بودن امتیاز بزرگ و عملی مقدس است. هنگامی که کنار شخصی که در آستانه مرگ است می نشینی، هیچ جنبه از آن تجربه را نفی نکن. آنچه را روی می دهد و همچنین عواطفت را نفی نکن. شاید از این که می دانی کاری از دست تو ساخته نیست، احساس بیچارگی، اندوه یا خشم کنی. عواطفت را بپذیر و سپس یک گام به پیش برو. بپذیر که نمی توانی کاری بکنی و آن را به طور کامل بپذیر. تو اختیاردار نیستی. عمیقاً و با تمامی وجود به این تجربه تسلیم شو. به عواطفت و هر گونه ناراحتی
یا دردی که احیاناً شخص محتضر تجربه می کند تسلیم شو. آگاهی در حالت تسلیم و سکون همراه آن برای فرد محتضر بسیار مفید است و گذر او را آسان می کند. اگر نیازی به کلام باشد، از سکون درون تو برخواهد خواست، اما سخن گفتن اهمیت چندانی ندارد. دعای خیلی با سکون همراه است. آرامش. فصل 10، رنگ و پایان رنگ. بودایی ها در همتنیدگی همه پدیده ها را همواره می دانستند و اکنون فیزیکدانان نیز آن را تأیید می کنند. هیچ رویدادی مجزا نیست، فقط چنین به نظر می رسد. هرچه واقعی را بیشتر مورد قضاوت قرار دهیم و بر آن برچسب بزنیم، آن را بیشتر جدا می کنیم. یک پارچگی زندگی از طریق تفکر ما تکه تکه می شود. تمامیت زندگی هر رویدادی را پدید می آورد. همه چیز بخشی از شبکه در هم تنیده است که هستی نام دارد. این بدان معناست که هرچه هست نمی توانست جز این باشد. در بیشتر موارد نمی توانیم درک کنیم که یک رویداد به ظاهر بی‌معنی می تواند چنین نقشی در تمامیت هستی داشته باشد. اما تشخیص گریزناپذیری آن رویداد در گستردگی کل می تواند آغاز پذیرش درونی آنچه که هست و در نتیجه آغازی برای هماهنگی دوباره با تمامیت زندگی باشد. آزادی حقیقی و پایان دادن به رنج، زندگی کردن به گونه ایست که گویی تو خودت هر آنچه را که در این لحظه احساس یا تجربه می کنی به طور کامل انتخاب کرده ای. این اتحاد درونی با حال پایان رنج بردن است. آیا رنج کشیدن به راستی ضروری است؟ بله و نه. اگر این اندازه رنج نکشیده بودی، انسانیت تو عمقی نداشت، تواضع و همدلی نداشتی و اکنون این مطالب را نمی‌خواندی. رنج کشیدن در لاک منیت شکاف ایجاد می‌کند، اما سپس در مرحله دیگر رنج کشیدن فایده‌ای ندارد. رنج کشیدن لازم است تا زمانی که متوجه شوی که دیگر لازم نیست رنج بکشی. بدبختی به یک من ساخته ذهن و یک داستان به یک هویت توهمی نیاز دارد. بدبختی به زمان نیاز دارد، گذشته و آینده. هنگامی که زمان را از اندوه خود خارج کنی چه باقی میماند؟ این چنین بودن این لحظه. ممکن است احساس سنگینی، ناراحتی، انقباض، خشم یا حتی تهوع وجود داشته باشد، اما اینها اندوه نیست و مسئله شخصی به شمار نمی آید. هیچ مورد شخصی در درد انسان وجود ندارد. درد فقط فشار یا انرژی شدیدی است که در جایی از بدن احساس می کنی. با توجه کردن به آن، احساس به فکر تبدیل نمی شود و در نتیجه من بدبخت را فعال نمی کند. ببین وقتی که می گذاری هر احساسی فقط باشد چه می شود؟ رنج و اندوه بسیار هنگامی پدید می آید که هر فکری را که به سرت می آید واقعیت می پنداری. شرایط تو را اندوهگین نمی کنند. ممکن است آنها تو را دچار درد جسمانی کنند، اما غم زده‌ات نمی کنند.
افکارت تو را غمگین می کنند. تفسیرهایت، داستانهایی که به خودت می گویی تو را اندوهگین می کنند. هنگامی که متوجه شوی فکرهای کنونیم مرا اندوهگین می کنند، از یکی بودن ناآگاهانه با آن افکار بیرون می آیی. چه روز بدی؟ او آنقدر شعور نداشت که جواب تلفنم را بدهد. او مرا مسخره کرد. اینها داستانهای کوچکی هستند که به خودمان و دیگران میگوییم و معمولاً به صورت گله و شکایت هستند. آنها ناآگاهانه چنان طراحی شدند که احساس ناکافی بودن همیشگی خودمان را از طریق برحق بودن ما و مقصر دانستن شخص یا چیز دیگری جبران کنند. برحق بودن ما را در موقعیت برتری توهمی قرار می دهد و در نتیجه احساس کاذب خود یعنی منیت را در ما تقویت می کند. این کار دشمن یا دشمنانی هم ایجاد می کند. بله، منیت به دشمن نیاز دارد تا حدود خود را مشخص کند. حتی هوا می تواند این نقش دشمن را به عهده بگیرد. از طریق قضاوت ذهنی و عادتی و انقباض‌های عاطفی، رابطه شخصی و واکنشی با افراد و رویدادهای زندگیت برقرار می‌کنی. اینها همگی اشکالی از رنج‌هایی هستند که خودت ایجاد کردی، اما آنها را چنین نمی‌شناسی، زیرا برای منیت رضایت بخش هستند. منیت خودش را از طریق واکنش پذیری و تضاد تقویت می کند. بدون این داستان ها زندگی چه ساده می شد. باران می آید. او تلفن نزد. من سر قرار رفتم ولی او نیامد. هنگامی که رنج می کشی، هنگامی که اندوهگین هستی، به طور کامل با آنچه همکنون هست بمان. اندوه یا مسائل نمی توانند در حال باقی بمانند. رنج هنگامی آغاز می شود که در ذهن به وضعیتی برچسب بد یا نامطلوب می زنی. وضعیتی را نمی خواهی و این آزردگی و ترس آن وضعیت را شخصی می کند و یک من واکنشی به وجود می آورد. نامگذاری و برچسب زدن عادتی هستند، اما می توان این عادت را کنار گذاشت. با موارد کوچک شروع به تمرین نام ندادن کن. اگر به هواپیما نرسیدی، فنجانی را انداختی و شکستی، لیز خوردی و در گل به زمین افتادی، آیا می توانی تجربت را بد یا دردناک ننامی؟ آیا می توانی بیدرنگ هستن آن لحظه را بپذیری؟ چیزی را بدنامیدن در درونت انقباض عاطفی ایجاد می کند. هنگامی که بدون نامگذاری اجازه می دهی وضعیتی باشد، ناگهان نیروی بسیار زیادی در اختیارت قرار می گیرد. انقباض تو را از آن نیرو، نیروی زندگی جدا می کند. آنها میوه درخت دانش خوب و بد را خوردند. از خوب و بد فراتر برو و به هیچ چیزی برچسب خوب یا بد نزن. هنگامی که به فراسوی نامگذاری عادتی بروی، نیروی جهان از درون تو عبور می کند. هنگامی که با تجربه ها ارتباطی غیر واکنشی داری، اغلب آنچه را پیش در بد می نامیدی بیدرنگ یا به سرعت از طریق نیروی زندگی دگرگون می شود. ببین، هنگامی که تجربه ای را بد نمی نامی و آن را در درون می پذیری و به آن بله می گویی و می گذاری همانگونه که هست باشد، چه می شود؟
اگر همکنون هر وضعیتی را که در زندگی داری به طور کامل همان گونه که هست بپذیری، چه احساسی پیدا می کنی؟ اشکال ظریف و نچندان ظریف گوناگونی که برای رنج کشیدن وجود دارند به اندازه متداول هستند که معمولاً آنها را به عنوان رنج نمی شناسی و حتی شاید برای منیت تو خوشایند باشند. برای نمونه آزردگی، کمصبری، خشم، مسئله با چیزی یا کسی داشتن، طرد و شکایت کردن. می توانی همه شکل‌های رنج کشیدن را به هنگام وقوع تشخیص دهی و بدانی که در این لحظه دارم برای خودم رنج ایجاد می کنم. اگر عادت داری برای خودت رنج ایجاد کنی، احتمالاً برای دیگران هم رنج ایجاد می کنی. فقط کافی است به این الگوهای ذهنی ناآگاه آگاه شوی، یعنی هنگام پدیدار شدن نسبت به آنها هوشیار باشی تا از بین بروند. نمی توانی آگاه باشی و همزمان برای خود رنج بیافرینی. معجزه این است: در پس هر وضعیت، انسان یا شرایطی که بد یا شر به نظر می رسد، خیر عمیق‌تری پنهان است. خیر عمیق‌تر از طریق پذیرش درونی آنچه هست، از درون و بیرون خودش را به تو نشان می دهد. یکی از بالاترین حقایق بشر این است: در برابر شر مقاومت نکن. یک گفتگو: آنچرا که هست بپذیر. واقعا نمی توانم از آن آزرده و خشمگین هستم. پس آنچرا که هست بپذیر. یعنی بپذیرم که خشمگین و آزرده هستم؟ بپذیرم که نمی توانم بپذیرم؟ بله، پذیرفتن را به نپذیرفتنت وارد کن. تسلیم را به تسلیم نبودنت بیاور. آنگاه ببین چه می شود. درد جسمانی مزمن یکی از خشنترین آموزگارانی است که ممکن است داشته باشی و درسی که می دهد این است: مقاومت حاصلی ندارد. هیچ چیزی طبیعی تر از آن نیست که نخواهی رنج بکشی. اما اگر بتوانی این نخواستن را رها کنی و در عوض اجازه دهی که درد وجود داشته باشد، ممکن است متوجه شوی که به گونه‌ای ظریف از درد جدا شده ای. گویی فضایی بین تو و درد پدید می آید. آگاهانه و داوطلبان رنج کشیدن به این معناست: هنگامی که آگاهانه رنج می کشی، درد جسمانی می تواند به سرعت منیت درون تو را از بین ببرد، زیرا منیت به طور عمده از مقاومت تشکیل می شود. همین نکته در مورد ناتوانی جسمانی شدید هم درست است. به عبارت دیگر، رنجت را به خدا تقدیم می کنی. لازم نیست مسیحی باشی تا حقیقت فراگیر و ژرفی را که به صورت نمادین در شکل صلیب نهفته است درک کنی. صلیب یک وسیله شکنجه است. صلیب نماد شدیدترین رنج، محدودیت و ناتوانی ممکن برای یک انسان است. آنگاه ناگهان آن انسان تسلیم می شود. مشتاقانه و آگاهانه درد می کشد و می گوید: نه اراده من، که اراده تو انجام پذیرد. در آن لحظه صلیب، یعنی ابزار شکنجه، چهره پنهانش را آشکار می کند. صلیب نماد مقدسی می شود، نمادی از خدا. آنچه که به ظاهر وجود هر گونه بعد متعالی را در زندگی نفی می کرد، از طریق تسلیب دری به سوی آن بعد می شود.